اینجا رادیوی جهانی پارس است. شما به صدای رادیوی جهانی پارس گوش می دهید. با برنامه پند، حقیقت آشکار، همراه با کشیش ایوان آستاوسادوریان در خدمت شما هستیم. Oh,
هموطنان عزیز، پس از سلام و درود فراوان، امیدوارم که حال همگیتون خوب، خوش و خرم بوده باشید. مایلم امروز درباره آزادی صحبت کنم. مطلبی که خیلی حاده، خیلی گرمه. مطلبی است که تمام دنیا از آن صحبت میکنن. میگن ما آزادیم. میگن ما آزادی میخواییم. ولی آیا معنی واقعی این کلام را میفهمن یا نه؟ متاسفانه وقتی دنیای غیر مسیحیه به مسیحیان نگاه میکنن، به دنیای مسیحیت، میگن اگر این آزادی ما نمیخواییم. چون آزادی که لجام گسیختگی باشه هیچ کس نمیخواد و هیچ کس دوست نداره. و برای اینکه ما این مطلب را خوب درک کنیم، بیایید با هم یه دعایی میکنیم و سپس ادامه میدیم. خداوندا، در کلام تو این حقیقت وجود داره و ما میخواییم که بفهمیم، بدانیم، درک کنیم، عمل کنیم آزادی چیست و کیست که ما را میتونه به این آزادی واقعی برسونه. در نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین. پس عزیزان، برای اینکه این مطلب برای ما روشن بشه، یگانه مرجعی که ما میتونیم از آن استفاده کنیم و اعتماد کنیم کلام خداست. کلام خداوند در رساله به غلاطیان باب 5 آیه 1 میفرماید: پس به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد استوار باشید و باز در یوغ بندگی گرفتار مشوید. ملاحظه میفرمایید، میگه به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد. زمان گذشته است، یعنی ما آزادی را داریم. ولی در آیه 13 میفرماید: زیرا که شما ای برادران به آزادی خوانده شده اید، اما، ببینید یه اما داره، زنهار آزادی خود را فرصت جسم مگردانید، بلکه به محبت یکدیگر را خدمت کنید. چقدر زیبا می‌فرماید، میگه شما آزاد هستید، اما مواظب باشید این آزادی را به قیمت خیلی گران، خیلی گزافی به دست آوردید. فرصت جسم مگردانید. فرصت جسم مگردانید یعنی اینکه شما میتونید با فلسفه مسیحیت وانمود کنید که آزادید، اما در واقع، در حقیقت، شما اسیر شهوات خودتون زندگی کنید. یا به یه صحبت دیگه، به یک کلام دیگه، پولس رسول میفرماید بعضی ها صورت دینداری را دارن، اما قوت و قدرت آن را انکار میکنن. ملکوت خداوند، یعنی نجات عیسی مسیح، در حرف نیست، در عمله. پس عزیزان، برای اینکه ما این مسئله را حل کنیم، یک کمی موشکافی کنیم بهتره. کسانی هستند که خیال میکنن آزادن، اما خودپرستن، خودبینن، خودخواه هستن. اینا آزاد نیستن عزیزان. کسی که خودبینه، کسی که خودخواهه، کسی که کبر و غرور داره، این شخص آزاد نیست. آزادی به اون نمیگن که کسی نامطیع والدین باشه یا ناسپاس و ناپاک باشه. این شخص آزاد نیست. این شخص اسیر کثافته، اسیر ناپاکیه. این شخص اسیر بی اطاعتیه. و یا کسی که بی الفت و کینه دله، این شخص چطور میتونه بگه من آزادم؟ اون کینه و بی الفتی اسیرش کرده. یا کسی که غیبتگو و ناپریزه، این شخص نمیتونه بگه من آزادم. آزادی معنی مخصوص خودش را داره. آزادی یعنی این که من انتخاب کردم که یا مال خدا باشم و مثل خدا زندگی کنم، یا مال شیطان باشم و مثل شیطان زندگی کنم، یا اسیر هوا هوس جسم خود باشم و روحم را خفه کرده باشم. و بعد بعضیا خیلی عصبی هستن،
خیلی تنمزاج هستن، خیلی مغرور هستن، بعضی هستن عشرت رو از خدا بیشتر دوست دارن، بعضی هستن مال پرستن، پول پرستن، اینها آزاد نیستن عزیزان. این شخص باید بدونه که در حضور خدا اسیره، ولی خدا به اینها نگاه نمی کنه. میگه فرزندم، بنده من آمدم تا تو را آزاد کنم. آیا حاضری آزاد بشی یا نه؟ انتخاب کن، تصمیم بگیر، امروز کدام راه را می خواهی؟ آیا راه آزادی را می خواهی یا راه هرزگی و بدبختی و بیچارگی و فلاکت؟ و ما در کلام خداوند می خوانیم که ما همیشه در جنگ و جدال هستیم، یعنی روح ما یه چیز می طلبه و جسم ما یه چیز دیگه، و این دو جسم و روح همیشه در تضاد یکدیگر و در نزاع با یکدیگر هستند. کلام خداوند می فرماید در غلاطیان باز باب پنجم از آیه 16 براتون می خونم، میگه اما می گویم به روح رفتار کنید پس شهوات جسم را به جا نخواهید آورد. بنابراین کلید را به ما میده. به روح رفتار کنید یعنی تحت قدرت روح خدا رفتار کنید و جسمتون مطیع خواهد بود، زیرا خواهش جسم به خلاف روح است و خواهش روح به خلاف جسم، و این دو با یکدیگر منازعه می کنند به طوری که آنچه می خواهید نمی کنید. اما اگر از روح خدا هدایت شدید دیگه زیر این شریعت ها نیستید. اعمال جسمم آشکاره: زنا، فسق، فجور، ناپاکی، بت‌پرستی، جادوگری، دشمنی، نزاع، کینه، خشم، تعصب، شقاق، بدعت‌ها، حسد، قتل، مستی، لهو و لعب و امثال اینها. پس عزیزان، کسی که میگه من آزادم خودش را فریب نده. بدونه که باید از همه اینها آزاد شده باشه. یعنی باید ثمره روح را داشته باشه. یعنی باید محبت داشته باشه، محبت خدا. باید خوشی خدا را داشته باشه، باید سلامتی آرامش خدا را داشته باشه، باید حلم و مهربانی خدا را داشته باشه، نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری خدا را داشته باشه. و اگر ما اینها را، یعنی جسم را با هوساش و شهواتش مصلوب کنیم، اون موقع ما زندگی میکنیم. چطور مصلوب کنیم؟ یعنی فقط کسی که میتونه ما را آزاد کنه، چنان که در ابتدا براتون قرائت کردم، عیسی مسیحه که میتونه ما را به این آزادی برسونه. ما نمیتونیم خود به خود آزاد بشیم. کسی نمیتونه دلشو پاک کنه، کسی نمیتونه فکرشو پاک کنه، کسی نمیتونه از تمام افکار پلید آزاد بشه، کسی نمیتونه تصمیم بگیره دروغ نگه و تا آخر عمرش دروغ نگه، نه اینکه یه روز دو روز، بلکه تا آخر عمرش. کسی نمیتونه در فسخ و فجور پیروزی پیدا کنه. هوا و هوس در درونه. عیسی مسیح گفت اگر چشم تو را میلغزاند، یعنی چشم چیزیه که از درون نشأت میگیره. ما باید بدونیم که عزیزان، ما باید به وسیله یک قدرت الهی آزاد بشیم، نه اینکه خود به خود آزاد میشیم. حتی با زیارت شما نمیتونید از درون آزاد بشید. درون یعنی چه؟ یعنی اینکه ما دو تا طبیعت داریم، یکی طبیعت نفسانیه، یکی طبیعت الهیه، و این طبیعت الهی رو ما نمیتونیم همینجوری به دست بیاریم. باید به یک شخصی رجوع کنیم که اسمش عیسی مسیحه. در کلام خداوند به ما یاد میده، میگه که به روح ذهن خود تازه بشید، یعنی فکرتون رو تازه کنید، انسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت و قدوسیت حقیقی آفریده شده است بپوشید. انسانیت تازه را باید بپوشیم. عیسی مسیح گفت تا از روح خدا کسی متولد نشه، این شخص نمیتونه از درون آزاد بشه. درون ما یعنی اون طبیعتی که از آدم و حوا ما به ارث بردیم. به قول سعدی می فرماید خور و خواب و خشم
و شهوت سبوعیت است و ظلمت. حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. خب چطور این درنده خویی، چطور این سبوعیت میتونیم آزاد بشیم؟ همینجوری که آدم آزاد نمیشه. بنابراین باید عرض کنم عیسی مسیح یعنی خدا که در جسم ظاهر شد برای همین منظور، آمد و روی صلیب طبیعت کهنه ما را به خودش گرفت. طبیعت کهنه ما یعنی تمام گناهانی که آدم انجام میده، چه در فکرش، چه در دستها و پاهاش، چه در بدنش، چه در تمام فعالیت‌های بدنیش، جسمانیش، زندگیش، همه اینها خدا را عصبانی کرده، خدا را غضبناک کرده و باید از این آزاد بشیم. پس اگر بیاییم و به حضور خداوند با خشوع و خضوع بگیم مسیح جان، من هم این بار گناهم را میدم به تو، از من بگیر، منو آزاد کن، اون موقع آزادی واقعی به تو میاد. یعنی اینکه شما اطمینان پیدا میکنید که آزاد شدید. برای این منظور بد نیست که ما بیاییم با هم یه دعایی بکنیم و بگیم که عیسی مسیح، من هم با پشیمانی به حضورت اومدم و میخوام که از طبیعت کهنم آزاد کنی منو، از اون درنده خویی منو آزاد کنی و مرا فرزند خودت کنی. ای خداوند، ای عیسی مسیح، تمام بار گناهم را بردار و به من اطمینان نجات بده. با شادی و آرامش قلبم را پر کن، فکرم را پر کن. ای عیسی مسیح، بیا و در من سلطنت کن، بیا در من حکومت کن، بیا در فکر من و فکر من را تازه کن. جسمم را به تو میسپارم، این جسمم را ترمیم کن و تمام سلولهای بدنم را تقدیس کن. ای عیسی مسیح، مرا با خون پاکت بشور و تمیز کن و لباس عدالت خودت را به من بپوشان، زیرا من هم میخوام فرزند واقعی تو بشم. پس عزیزان، اگر این دعا را کسی کرد، یعنی در حقیقت شده فرزند خدا، و کسی که فرزند خدا شده یعنی خدا شده پدرش، و وقتی که خدا پدر ما هست، اون از ما حراست میکنه، اون از ما حفاظت میکنه، اون تمام احتیاجات ما را برآورده میکنه. شما احتیاج ندارید برید دست دراز کنی مثل صدف و از مردم گدایی بکنی، تقاضا بکنی. تو دستاتو بلند کن به حضور خدای متعال و به نام عیسی مسیح زنده و مقتدر بطلب و تمام تقاضاهای خودت را خداوند به تو میده، چون اون خدای بخشنده است و خدا دوست داره که ما مثل فرزند بیاییم به حضور او، با خون عیسی مسیح به حضورش بیاییم، با جرأت بیاییم و از او اون چه که احتیاج داریم ازش بگیریم. چون آیه هست، عیسی مسیح گفت برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه تمام اندیشه هاتون رو بدید به من، برای اینکه من براتون دارم قصه میخورم و میدونم چیکار بکنم. و اون کاری که مسیح میکنه هیچ احدی برای تو نمیتونه بکنه. و با این تمام میکنیم که خداوند در تمام زندگی ما جلال بیابه، چه بخوریم، چه بپوشیم و هر کاری بکنیم، مسیح در زندگی ما جلال پیدا بکنه. آمین. محبت خدا بس عظیم است، چون نهری جوشان و خروشان است، میوزد چون نسیم بهاری، میآورد امید الهی. گر نباشد این محبت، ما را نیست امید نجات. امید حیات است عیسی که بستنی شد بهر ما فدا.
خود را فدای گناهکاران کرد، فریاد می زدن دورا مسلوب کن، ای گناهکار قلبت را سخت نکن، گر نباشد این محبت ما را نیست و میده مردم. اگر بدانند که دم مسیح حیات می بخشد، خدا اگر ما را رها کند، حیات ما نیز نابود می گردد. گر نباشد این محبت ما را نیست امید نجات، امید حیات هست عیسی که بر صلیب شد بحر ما فدا. امیدواریم که این برنامه پند حقیقت آشکار باعث برکت شما شده باشه. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، می توانید با شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 با ما در تماس باشید. Thank you.
دیگر میلی به آنها ندارم. کار عظیمی در من ایجاد شد چون از سر نومولود گشتم. شده هم چون از سر نومولود گشتم.